خب بچه ها یکم بیشتر با آرش جان آشنا بشیم. آرش جزو یکی از واقعا میگم نوابق ایران بود، وارد دانشگاه صنعتی اصفهان شد و فوق لیسانس مکانیک، جزو انجمن نخبگان ایران و یکی از واقعا سرمایه ملیمون بود که خب نشد، نه یعنی واقعا توی ایران جایگاهی براش نبود و امکانات نبود و به آمریکا مهاجرت کرد. و الان یکم بیشتر بگو آرش جان، دانشگاهی که رفتی، پروژه هایی که کار کردی، جایی که الان داری کار میکنی، کارهای اکسایتینگ و باحالی که داری میکنی برامون بگو و یکم هم از زمین هوش مصنوعی توی کارت برامون صحبت بکن. مرسی، لطف داری از تعریفت. والا شرکتی که من اومدم که حالا توی کامرشال ایروسپیس بهش میگن، یعنی همین هوا یعنی فضا. توریستی کردن، میخوان توریست ببرن. یعنی چند بارم انجام دادن. اسم شرکت بلو اوریجین هست. حالا به او خاطر بلو اون قسمت اوریجین آی مال آره جف بیزوز. آره دقیقاً. خیلی عالی. پس تو زمین هوا آره فضا کار میکنی و در مورد آره شاتل هایی هوا که فضا است. حالا هدفای حالا من در اون حدی که میشه شرکت میگم، چون یه سریش خب محرمانه دیگه، مثلا اکسپورت ریستریکتد و آیتاره، ولی یه ویدیو حالا درست. بچه‌ای هم که علاقه مندن روی یوتیوب هست، خود جف بیزوس میاد توضیح میده. اگه بزنم بلو اوریجین 2018 بوده فکر کنم، یه ویدیو 30 دقیقه از ویژنای خیلی قشنگی داره. داره راجع به ویژنای شرکت توضیح میده، 40 دقیقه توضیح میده. به نظرم اگر علاقه من به ایرو اسپیس هستن، این ویدیو رو ببینن، خیلی قشنگ حرف میزنه. دو تا ویژن اصلی که داره، یکی همین حالا هزینه های فضا رفتن رو پایین بیاره با استفاده مجدد از این شاتل های اسپیس، یکی هم که میخواد توی اسپیس، مثلا این حالا یه پلن خیلی دوره، چندین سال است که مثلا ما یه روزی توی اسپیس کالونی داشته باشیم. یعنی مثلا تو بیرون جو زمین مثلا یه اسپیس کالونی برای مثلا اسکی بازی باشه، یکی برای توریست مثلا اترکشن باشه، یکی کارخونه ها اونجا باشن، مثلا همین مثلا اسپیس کالونی های مختلف باشه، در همون این زمین هم داشته باشی. چون حرفی که توی ویدیو میزنه اینه که مثلا مریخ یا ما یا حالا این سیاره ها به ما خیلی دورن، واسه همین سخت ما بخوایم هی مثلا تردد کنیم. تو به فرض خانوادت، ما همینجا خانواده تا آمریکا هم بخوام بیان سخته دیگه، حالا چه برسه مثلا بیرون فضا باشی بخوام بیان ببینن. ولی میگه بهتره که ما دور جو زمین باشیم. این ویژن مثلا شاید 50-60 ساله باشه، نمیدونم، ولی خب خیلی جالبه. خیلی هم عالیه. پس ببین الان بیا یکم روی وسط شرایط کاری. چیزی که تو داری میگی اینه که طرف اولش که وارد میشه با دانشجو ممکنه مثلا همون 6 ماه اول قضیه کالچر شاک باشه و شوکای فرهنگی و تا بیا طرف ادجاس بشه جا بیفته نه طول بکشه و دیگه. خب بسیار به شهری هم که داره، حالا اگه حقوق دانشجویی بیاد متفاوته. اگرم با ویزای مثلا گفتی F2 بیاد اجازه کارم داره میتونه کار بکنه. مثلا شما میگی که نهایتا اون 1 سال 2 سال اوله که یکم باید روی بودجه کار بکنه و زندگی بکنه تا رو غلطک بیفته و بره جلو. درسته؟ آره مشکلی نداره. و حالا معمولا هم بعضی دپارتمان ها سال به سال مثلا یه مقداری روی حقوقت میذارن تو دانشگاه. دپارتمان ها بعضی دپارتمان ها مثلا بستگی به تورم آمریکا که حالا کم هم هست ولی خب میره بالا. ولی میگم اگر بچه ها حالا مشخص حتما خیلی تو طرفدار بایدنی اولویتشون ها. نه من فرق هم نداره. من خودم 5 سالی که اومدم توی همون دوره ترامپ بودم، ازم سخت بود مثلا همون ورودمون اینا، اصلا من فکر میکردم وارد نشیم. یعنی من روزی که رفتم سفارت، 1 ماه بعدش دونالد ترامپ شد رئیس جمهور، سفارت اصلا بسته شد. اون قانون اولی که زد که من گفتم خب به خانمم سوگل دیگه قیدش رو بزنیم، من برم پاشم برم سربازی و مثلا همون نخبگان و اینا انجام داده بودم، برم اون کارا رو بکنم. یک ماه اینجوری گذشت، یهو سفارت قانون لغو شد، سفارت باز شد، فرداش ویزای من اومد. یعنی اصلا یه چیز عجیبی بود. آره بعد پا شدم اومدم. یه ذره پس ببین سختیای این چیزو داشت ولی یه خب سری از بچه ها خوبه، فکر اوکیه. میکنن عالی. ببخشید صحبت رو قطع کردم. خواهش ببین خب میکنم. پس به گفته تو کی رئیس جمهور آمریکا باشه زیاد تفاوتی ایجاد نمیکنه برای بچه ها، چون خیلی از بچه ها دنبال اینن که ببینن چی کار میتونن بکنن. پس میگی رئیس جمهور آمریکا هیچ نقشی نداره برات؟
چرا نمیشه گفت نقشی نداره برای ما، ولی خب شاید درصدش برای ما کمتره. اول کار که وارد میشیم به عنوان یه نان امیگرانت اینجا حساب میشی، به عنوان یه دانشجو فقط تاثیرش شاید برای تو اینجوری باشه که مثلا خب سخته دیگه. بعد مثلا ترامپ چیزو بسته بود، همون قانون ترابل بند برای 6 کشور که زده بود، خب خانواده هاتون نمیتونن بیان دیدنتون، اون یه ذره سخت بود. وقتی بایدن رئیس جمهور شد این قانون رو برداشت و الان همه بچه ها شروع کردن مادراشون بیان، پدراشون بیان، میرن ویزا میگیرن. خب این آره. خیلی مهمه، چون تو ممکنه سینگل ویزا باشی، اکثر بچه های آمریکا سینگل انتری هن وقتی دوره دانشجویی هن، یعنی یک بار که وارد میشن دیگه نمیتونن برگردن خونه هاشون رو ببینن، خونه وادشون. واسه همین اون پدر مادر تو خیلی مهمه، اگه بتونن بیان ببیننت 100% روحیه بهتری داری، بیشتر کیف. از این لحاظ برای ما اول کار تاثیر داره، ولی کم کم به جاب که نزدیک میشی میبینی که دیگه باید یاد بگیری دیگه، مثلا تو پالیتیک نگاه کنی، تو هم اخبارا رو دنبال کنی، میبینی مثلا کدوم مارکت رو بهتر کرده، کدوم بالاخره طرز زندگی تا دیگه تاثیر میذاره توی بسته. یعنی منظورم این بود که به اوردرش داره، تو وقتی سر کاری مثلا قصد خونه خریدن داری، الان دیگه واقعا احساس میکنی مثلا سیاست های یه رئیس جمهور چجوری تو مثلا وام خونه تاثیر میذاره، تو کرای خونه ها تاثیر میذاره، و میبینی همه رو خیلی تاثیر گذاره. ولی اولش به عنوان یه دانشجو تو به نظرم فقط ذهنت روی تمرکز دینه که درس تو بخونی و گرجویه چی رو بری، یعنی در این حد تا گرین کارت تو بگیری دیگه تکلیفت مشخص شه. خب آره، سلام عرض میکنم خدمت تک تک دوستای گل خودمون و مخاطبین کانالمون. بچه امروز یه سورپرایز خیلی ویژه براتون دارم. یکی از دوستان خیلی عزیز خود من که سالیان سال میشه با هم همدیگر میشه از دبیرستان، آقای آرش سلطانی هستند مهمون برنامه. آرش جان خب به آمریکا مهاجرت کردن چندین سال پیش و دکترای مهندسی مکانیک گرفتن و دوست داشتم امروز مهمون برنامه هم بشن تا در مورد مهاجرت مهندسین به آمریکا برامو صحبت بکنن. خب بچه ها، همونجور که میدونین و تو ویدیو قبل دیدین، من یک سری شروع کردم و دارم با ایرانی‌های واقعا موفق خارج از کشور مصاحبه میکنم، گفتگو میکنم تا تجربیاتش و خاطراتشون رو با شما به اشتراک بذارم و شاید براتون مثمر ثمر باشه. خب آرش جان همراه با همسرش مهاجرت کردن آمریکا و خب میخوام برای این ویدیو مخصوص کسونی باشه که رشته مهندسی خوندن داخل ایرانن و ازدواج هم کردن و الان مثلا میخوان با همسرشون یا پارتنرشون مهاجرت بکنن و کلی 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 سوال دارن. خب آرش جان اول اصلا خودتو معرفی کن برای بچه ها. سلام مرتا جان، سلامت باشین، سلام میکنم به بیننده های کانال یوتیوبت و حالا از هر میدیای دیگه که میبینن. مرسی که دعوت کردی به برنامه، مرسی از تعریف و مقدمه. منم که اسممو که گفتی آرش سلطانی هستم دیگه، سال 2017 مهاجرت کردم از طریق دانشجویی. حالا میذارم دیتیلاشو، نمیدونم میخوای با سوال میگیم دیگه، با خانمم اومدم و دیگه الان هم یه 6 سالی شده که دیگه آمریکا هستیم و دیگه اینجا دیگه مشغول شدیم، دیگه موندگار شدیم. ولی همونطور هم که مهداد گفت دیگه تو دبیرستان، ما فکر میکنم اولین بار همون دبیرستان بود دیگه آشنا شدیم. دبیرستان آره جان، اولش برام بگو که خب 6 سال پیش خب اوضاع ایران خیلی بهتر از الان بود، ولی خب آره. چی شد که به فکر مهاجرت افتادی و آیا مهاجرت چیزی بود که خیلی بهش فکر میکرد و یه دفعه تصمیم گرفتی؟ کلا روندشو بگو، اون روند فکری یا تصمیم گیریشو بگو که خب خیلی چالش ها میدونم، خیلی چالش ها و تردید های موقع سر راد بوده و خیلی مثل بچه که الان هم خیلی چیزها رو مثلا دنبالش میگشتی و اینا. خب برام توضیح بده یه چند دقیقه ببینیم خب چی تو سرت گذشت و چجوری تونستی تصمیم جدی رو بگیری. آره ببین، من لیسانس رو که 88 رفتم صنعتی، صنعت اصفهان درس خوندم، همون مکانیک، بعد تموم کردیم و اصلا توی جوش نبودم. البته یه جو خیلی زیادی بود، حالا تو هر دانشگاه فکر کنم بچه ها دیدن، شنیدم تهران خب بیشتر بود همیشه، اصفهان در درجه دوم، یه جوی از اپلای بود. ولی من هیچ وقت مثلا این گفتم نه من میمونم و حالا ادامه میدیم و اینجا زندگیمون رو میکنیم و کارمون ادامه میدیم اینا. دیگه همین صحبت هایی که میکردم مسترم واسه همین تصمیم گرفتم ایران بخونم. دوباره ما یه 2 سال و نیمی هم مستر ایران خوندیم. بعد دیگه من حالا 1 سالی هم که حالا فرجه بین سربازی بود تا سربازی، من 1 سالم تقریبا رفتم سر کار، حالا هم
پیش پدرم به صورت آزاد کار میکنم، هم توی شرکت خصوصی که حالا نه یه ذره مثلا کارشون یعنی مهندسی مکانیک بود شرکت، ولی من یه ذره اونجا احساس کردم که فایده نداره، نمیدونم یعنی مثلا این درس رو خوندی بعد کاری که میکردم اصلا دیدم خیلی بیسیک و ابتدایی بود، واسه همین از اونجا بود که شروع کرد تصمیم گرفت. راستیاتش رو بگم یه ذره توی ذوقم خورد نسبت به حقوقایی که میدادن، اون حالا اصلا مسئله پولش نیست، اون تأخیرای توی درآمد، یعنی اون میزان استرس و عدم آرامشی که داشتی، همه اینا دست به دست هم داد دیگه. من یه روز تصمیم گرفتم که این مهاجرت رو بکنم، ولی راستیاتش رو بگم واقعا جو دانشگاهم خیلی تاثیر داره، یعنی نمیشه اینا انکار کرد، یعنی تو توی محیطی هست، یعنی اگه کسی بگه واقعا فکر نمیکنم حرفش منطقی باشه، یعنی اون جو سنگینی هم که هست که اپلای خود به خود تو هم کشیده میشی که به سمت مهاجرت بری، ولی خب چیزای دیگه هم خیلی تاثیر داره، اون آرامشی که دنبالشی، اون کاری که دلت میخواد برای رشتهت بکنی. بعد مثلا دیدم که حالا من تا مستر اومدم تا فوق لیسانس، خب این یه مثلا بین زمین و هوا افتاده، باید به یه سرانجامی برسه، این شد که دیگه همه اینا تصمیم گرفتیم. و هر کیم معمولا حالا بچه ها همه نسبت به آیندهشون فکر میکنن، هی تو ذهنشون میاد توی ایران حالا جوان تریم هی فکر میکنیم، هر چی توی ذهن خودم میچیدم مثلا با اینکه حالا پدرم میگم یه حالا درآمد ما شغل آزاد داریم، میشد از اون راه هم ادامه داد، ولی هرچه تجسم برای خودم کردم 10 سال دیگه آیا من توی ایران جایگاهی دارم یا نه، دیدم به نظرم درسته مهاجرت انتخاب درسته. بهتریه، این و شد خب که دیگه واقعا مهاجرت کردم. آرش درست میگه، واقعا خب الان واقعا شرایط ایران سخت‌تر شده، هزینه ها آره بالاتر رفته مهاجرت، خیلی و متاسفانه کلاهبرداری آرش چقدر زیاد شده از بچه ها، و آره اطلاعات درست نمیدن و میان حالا مسئله دیگه میرن، یا حتی بعضی از بچه هایی که رفتن نمیان توضیح بدن برای بچه ها و آره خیلی سخته. خب ببین تو از شرایط ایران که به همه واضحه، یعنی ما همه ما چه خارج چه داخل میدونیم ایران چه دقیقا خبرها چه داستانایی هست، و میگم همون با یه سری دلایل مشترک از ایران مهاجرت نمی کنیم، فرار می کنیم در واقع راستش آره رو. خب ببین یکم برامون از زندگی، از شرایط کاری، شرایط زندگی به خصوص برای مهندسین، به خصوص برای متأهل ها بگو، چون بچه‌ای که هستن خب اصولاً یا الان میگم متأهلن احتمال زیاد، از اون برام بگو شرط کاری مهندسی، از مقامش، از جایگاهش، اصلا کلا آمریکا رو برام مهاجر مهندسین توصیه میکنی؟ آره توصیه که به نظرم خب حالا اینجا وضعیت مارکت و بیزینس و مثلا تجارت و این چیزا هست، و حالا در حال حاضر هر سال نمیدونم دیگه کی ای آی جای ما رو میگیره، ای صحبتش هست، ولی فعلا هست مارکت بازه. حالا به عنوان کسی که اومده متعلم اومده، من خودم دانشجویی اومدم، میدونم البته میکنن بعضی، ولی خب خیلی سخته آمریکا به صورت کاری مهاجرت کردن، حالا کانادا اروپا شاید شرکش باشه، آمریکا یه ذره فکر کنم کاری از ایران خیلی سخت باشه، ویزای H1 حالا بهش میگن برای کار بخوای بگیری یه ذره شرایط سختی داره. فکر میکنم راحت ترین نوع مهاجرت به آمریکا ویزای دانشجوییه، یا حالا پستاک در درجه دوم. ویزای دانشجو هم F1 و من چون خانمم بود F2 به عنوان دیپندنت وارد میشه. اولش که میای خب یه ذره وارد که میشی، من خودم توی کالج تاون بودم، یه ذره ممکنه بعضی اگر یه تصویر خیلی بزرگی از آمریکا دارم، وارد که میشی میبینید مثلا یه دفعه شوکه میشی، مثلا انگار که وارد یه دهات خیلی بزرگ شدی، مثلا اون شهری که من بودم کالج تاونه دیگه، یعنی چیزی، یعنی حتی شهر شهر بزرگم کوچیک میگه دانشجویی داونتاون بوده. خوشگل، بیروناش آمریکا اینجوریه، همش استایل آمریکاییه. کم کم عادت میکنی، 6 ماه اول خب یه ذره شرایط خیلی سخته تا می گواهی نامه بگیری، به لهجه هاشون آشنا بشی دیگه، منم تو جنوب آمریکا بودم لهجه ها جنوبی و این حرفا، یه ذره طول میکشه تا جا بیفتی، خودت هم تجربه کردی، فکر میکنم 6 ماه یه زمان خوبیه دیگه، اگه بعد 6 ماه کسی سختش بود یه ذره باید خب دیگه رو خودش کار کنه، ولی فکر میکنم تا 6 ماه 1 سال دیگه نهایتا میشه جا بیفتی، و اولش سخته دیگه. یه ذره F1 و ویزای F2 آمریکا سختش اینه که F1 فقط اجازه درس خوندن داره، اجازه کار نداری، یعنی فقط میتونی برای استادت کار کنی، همون کمپس که حالا قانونا روی I-20 آمریکا زده
20 ساعت تو باید در هفته کار کنی، ولی خب عملا مینیمم همه استادا ازت میخوان 40 ساعت در هفته کار کنی، این مینیممش، حالا بعضی استادا بیشتر میخوان، ولی اون آفیشال آمریکا 20 ساعت هفته باید یه موفق کار کنه که میشه حالا ماهی 80 ساعت. بدتر از اون شرط F2ه، خب خیلی سخته، نه اجازه کار داره نه اجازه درس خوندن داره، واسه همین یه ذره اولش ممکنه، مخصوصا برای کسایی که خیلی فعال تو شهرهای بزرگ بودن اینا، به عنوان وابسته یه ذره این سختیات هست، ولی خب راهکار هست دیگه که مثلا حالا تغییر ویزا بدی همه چی، ولی زمان بره یه ذره، اینجا صبر آدم و بالا بره صبور باشی، پروسه انجام میشه ولی زمان بره. آمریکا خیلی پروسه های ویزا و تغییر ویزا و این حرف خیلی شلوغه، ولی آره جاب مارکت بد نیست دیگه. من اون 5 سال رو شوالات بین 4 تا 5 سال PhD ممکنه طول بکشه دیگه، حالا من 5 سال شد کار جالبی داشتم دیگه، دانشگاه آبن یونیورسیتی من رفتم، یه تغییر رشته جزئی هم داشتم، تغییر رشته که نه گرایش، مثلا تو ایران به عنوان هیت ترانسفر بودم، اینجا تحت یه شرایط اتفاقاتی که افتاد به سالید مکانیک تغییر کرد و راضی بودم. یه ذره اولش سخت بود ولی بعد شروع کردم کتابا برای رو که جامعه خوندن و داد. اینا، آره تو ایران حالا به اسم جامدات میشناختن اینا، خیلی دیگه دیتیل تر تو کار چیز وارد شدیم، کار پرینتر سه‌بعدی حالا با فلزات و این حرف، و چون خیلی کار جالبی بود، تولید میکنی و ساخت و ساز و اینا، خیلی برام جالب بود دیگه ادامه دادیم و... ولی 5 سال شد دیگه، ولی دیگه تو این مدت دیگه روی مقالات کار میکنی، پایان نامه تو اینا تا فارغ شی، و خدا رو شکر دیگه پشت سرش اومدم سر کار. جاب مارکت فعلا خوبه، همه رشته های مهندسی من ندیدم کسی از بچه ها بگه نتونستم، ممکنه طول بکشه پیدا کردن ولی درآمداش پیدا چی؟ میکنی. درآمداش تو چه رنجی از چند تا چند مثلا؟ خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. مثلا ببین افریج حقوق آمریکا فکر کنم 60,000 تاست، یعنی تمام مردم آمریکا 60,000 دلار، که خب یه حقوق نسبتا کمیه مثلا برای یه شهر بزرگ، شاید مثلا برای کالج تاون یا آلاباما مثلا حقوق خوبی باشه، ولی تو نیویورک خط فرق الان 300,000 دلار، یعنی یه حقوق خیلی کمیه. ولی مهندسی خیلی متفاوته، من میتونم بگم از 65 70 فکر کنم مثلا دیدم بچه حقوق بگیرم، حالا چیزی هم نیست که از کسی بپرسی حقوق چقدر سال مثلا، زیاد جالب نیست دیگه، ولی حدس میزنم از دانش 70 که اینا نمیخواد شروع بگه چقدر میشه. مالیات میدم یا از مالیات در میرم. نه کلا مثلا فکر کنم همه حس حالا یه حالت پرایوت در پرایوت. نظر میگیرنش، دقیقا آره وقتی ولی هم میگن قرش آرش میدن، اونقدر کافی هست برای یک نفر آره که بتونه آره زندگی بکنه؟ یا مثلا تو متأهل بودی، خب میدونه هم تو فان گرفتی برای PhD، هم خانومت فان گرفت، ولی خب مثلا فرض کن چون یه کسی مثل تو شرط خودت ازدواج کرده میخواد سفر بکنه، حالا ممکنه خانومش مثلا شاغل نباشه یا خانومش تحصیل کرده نباشه یا حالا کرده باشه، خب یکم در مورد اینا توضیح بده که آره چون خیلی از بچه ایرانن منفعلن و واقعا نمیدونن چی کار باید بکنن و آمار درستی براشون نیست، نمیتونن خوب سرچ بکنن یا اطلاعات کافی ندارن، برای همین میخوام یه source of truth بشه، یه رفرنس بشه براشون که بدونن مثلا چجوریه داستان. آره ببین دانشجویی که خب یه ذره راستیتش پولش کمه، ولی همه بچه ها تو این شرایطن، تو ویزای دانشجویی که میگیری استادام حالا بستگی به شهر، مثلا من اون آلاباما که بودم 21 شروع کردم 21,000 دلار، و این برای 2 نفر یه ذره سخت بود، ولی یاد میگیری منیجش کنی دیگه، یعنی میشه زندگی کرد به همون تناسب شهر، هرچی مثلا می شهر گرونتر حقوق دانشجویی هم بیشتر میشه، مثلا تو LA بیشتر میدن، ولی رنجش دیگه نهایتا از 20 تا 40 هزار تا فکر نمی کنم بیشتر به دانشجو بدن، واسه همین میشه منیج کرد ولی سخته. ولی خب همه میدونن هدفشون اینه که فارغ التحصیلشن گریجویتشن به یه حقوق بالا داری فکر میکنی بعد 4-5 سال، واسه همین همه این دوره رو میگذرن، و من اولی نبودم آخری هم نیستم، همیشه میگم هزاران نفر دارن با این حقوق سر میکنن، ولی بعدش که دیگه جاب میگیری دیگه روی غلطک میفتی دیگه، یه حقوق کافی میگیری، حالا ممکنه بتونی خونه بخری یا شاید سریع نشه ولی طول میکشه، ولی خب حقوقت گرفتم خوبه، ماشینتو میگیری زندگیتو میکنی و میره گرفتم بالای رنج
حالا معروف میگن شیش رقمی، معمولا حقوقت میره بالای 100 هزار تا دیگه، حالا بستگی به کاری که میکنی، شاید بچه های تک مثلا بیشتر میگیرن، بیزینس ها شاید یه ذره بیشتر میگیرن و لیول های انجینیرینگ فرق داره، ولی از 100 تا 200 دیگه رنجش دیگه بیشتر از مثلا 200 هزار تا من ندیدم به یه مهندس بدم. آره گرفتم چی میگی. حالا اون AI که گفتی، من خودم کارم نیست واسه همین ندیدم، ولی نمیدونم چجوری داره میاد، هنوز نمیدونم اصلا وارد شرکت ما قراره بشه یا نه، چون ما خب یه حالت ساینس و ساختن و این حرفا، هنوز AI مثلا توی این زمینه نمیتونه بیاد بهت بگه مثلا شاتل چجوری بسازی یا مثلا چی کار بکنی فلان اینا، ولی شاید نمیدونم در آینده مثلا در حد این باشه که مثلا مهندس ها بیان ازش کمک بگیرن دیگه، مثلا بگه چه کار بکنیم، پیشنهاد بده، توصیه بکنه، نمیدونم، ولی هنوز تو فیلد ما نیومده، خیلی تو فیلد های تک الان فعلا حالا زیاد شده. پس الان در حال طراحی و ساخت این شاتل های فضایی هستی برای شرکت بلو اوریجن که مال آقای جف بیزوز، به قول من سی او آره آمازون هست، و میدونم که تو کارت خیلی 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 موفقی. بعد لطف داری، مرسی. آرش، این شاید سوالم کم کلی باشه و نمیخوام کلیشه‌ای بشه، دوست دارم جزئیات بگی. آرش، این موفقیت الان و جایگاه تو مدیون چی میدونی؟ سوال سختیه. حالا نمیدونم تا چقدر میشه بهش گفت موفقیت، میدونی یه راهیه به نظرم، آخه من یه چیزی میبینم که همه مثلا این شرایط میان واقعا، یکی نمیدونم آفرین. کار، خب کار کردن که هست، یعنی میگم خیلی بچه ها اینجا هستن، همه بچه ها ایرانی ماشاءالله موفقن و تو شرکت های خوب هستن و کسی، من ندیدم ایرانی ها اینجا کسی شکست بخوره بگه مثلا چیز شدم، ولی همه بچه ها به اوردری میرسن. به نظرم اینجا که ما میایم چون بسترش فراهم، جایگاه هست، همه کار رو میکنیم دیگه، کار میکنیم، یه ذره باید صبرمون رو بالا ببریم، یه ذره اینجا خب کارم زیاده، فشار کاری از همون دانشجوی هم خیلی استرس داره، دوره با اینکه تو داری PhD میخونی ولی خب خیلی سخته، صبوری میخواد، 5 سال با حقوق کم یا 4 سال سر کردن، اینا واقعا خودش به نظرم باید یه ذره تحملش آدم بالا ببره و دمت همون گرم کار رو، انگیزه انگیزم تاثیر داره دیگه، دمت گرم. خیلی ملاکای مختلفی هست به نظرم، ولی یه چیزی آیا که همیشه قبول فکر داری میکنم، علت این که مثلا نمیتونی روی یک چیز خاص دست بذاری، بگی نه فلان و فلان و فلان، برای که واقعا موفق بودن چیزیه که فرمول خاصی واقعا نداره، همه میتونن بهش دست پیدا کنن. مهم اون دقیقا همت هست، اون تلاش هست، اون پشت کار هست. آره، باری که بالاخره حالا تو فکر کنم خیلی بهتر گفتی، آره دقیقا همینه، به نظرم چیز کلیشی، یعنی چیزی مشخصی نیست من بهت بگم مثلا این کارو بکن تو آفر چیز میشی، یعنی چند تا چیز آفر تو باید همیشه اینا آفر باشه دیگه چون میرسی. دقیقا چون من چیزی که میبینم تو خیلی بچه ها اینه که همه منتظر یه تیکت طلایی آره هن، دو منتظر یه چراغ جادو هن، قول جادو هن، در حالی که بابا قول جادو خودتی، چراغ جادو آره خودتی، دقیقا اون تیکت طلایی خودتی، این تویی که میتونی واقعا خاک را طلا بکنی، مس را کیمیا کنی، یعنی واقعا دقیقا این تو هستی. و خیلی خوشحالم که تو همین رو تایید کردی، چون واقعا آدم موفق هستم، خودت هم خانومت، لطف و داری، جزو افتخارات ایرانی تو مرسی، استرالیا، ممنون. توی ببخشید آمریکا هستی. خب مرسی. حالا یه سوال دیگه، آره حالا اگر در به تایید جز حرفت بگم، واقعا این فرصت ها هست، آدم باید فقط، یعنی برای همه هست، بعضی موقع دیگه زیادی فکر کردن مثلا اینکه کی میاد برای من، یه ذره چیز میشه، خیلی چیزهای کوچیک هم ممکنه فرصت باشه، من گاهی مثلا یه بهش فکر میکنم، میبینم یه پیپری بود من توی PhD داشتم، بعد این پابلیش شد و اینا، خب یه فرصت خیلی کوتاهی بود، یه ددلاین خیلی کوتاه، اینو ما پابلیش کردیم، کار کردیم از ایده تا مثلا پابلیش، و این به کل زندگی منو عوض کرد اینجا، یعنی اصلا خط کاری منو اون تعیین کرد، و گاهی فکر میکنم اگه من مثلا اون 2 هفته رو قیدش رو زده بودم، گفتم مثلا برو بابا حالا کی حوصله داره نشینه نه انجام بده، مثلا الان چجوری بود وضعیت. خلاصه آره همین دقیقا آره حرفی که تو میگی، باید استارتر رو باید زد. دقیقا، نباید منفعل بود، نباید آره منتظر کسی موند که بیا کارو بر خودت، باید بسم الله بگی و پاشی بری جلو. خب آره ببین یه سوال دیگه، اگر
به غیر از آمریکا کشور دیگه میخواستی بری کجا رو انتخاب میکردی؟ نمیدونم واقعا شرایط زندگی جای دیگر رو نمیدونم، ولی نمیدونم مثلا یعنی جای شاید دیگه هم اقدام کانادا، کردی شاید جز آلمان. آمریکا؟ نه من فقط همینجا رو زدم. فقط آمریکا آره زدی؟ خیلی، فقط آمریکا رو زدم، اصلا نرفتم دیگه دنبالش دیگه. فقط اون دوره‌ای که سفارت آمریکا بسته شد که کلا گفتن اصلا دیگه ایرانی را نمیدیم، من گفتم خب بزن یه دو تا ایمیل هم به استادای کانادا بزنم، ولی آره فقط در حد همون دو تا ایمیل بود. بعد که دیگه سفارت باز شد، خدا باز شد، شد. دوباره پروسه آره افتاد روی قلتک، دیگه من همون آمریکا رو ادامه دادم. نه فکرش نکردم، ولی نمیدونم، به نظرم شاید اگر مثلا آمریکا نمیشد دنبال مثلا کانادا میرفتم، نمیدونم. درست گرفت. آره خب بیا یکم در مورد پروسه مهاجرت بگیم و چیزی که میخوام اینجا براشون بگی 0 تا 100. چجوری با استادا رو پیدا کردی؟ چجوری مثلا اقدام کردی؟ چه مداری که باید ارائه میدادی؟ ویزا گرفتن سفارت رو بگی؟ هزینه، چون میدونه الان واقعا دلار بالاست تو آره ایران و خب یه چیزی که خیلی بچه ها رو باز میداره از این کار اینه که میگم وای الان مثلا من بعد رفتن به آمریکا بعد 40,000 دلار هزینه کنم. و بعدم یه چیزم که میخوام بگی اینه که آیا واقعا تو این پروسه به وکیل احتیاج داری؟ چون خیلی از بچه ها میگن نه وکیل خوب با وکیل میخوام و وکیل چقدر پول میگیره و پول ندارم. اینا کامل توضیح بده نوع ویزا و این چیزها رو که بچه ها قشنگ بدونن که چی به چی و چیکار میتونن بکنن خودشون. باشه. آره ببین، حالا میگم من فوکس فقط دانشجویی میذارم، چون حالا تو این زمینه بله تجربه داشتم، مثلا اشتباه به بچه ها پیشنهادی ندم. ولی حالا چه اگه لیسانس دارن چه فوق لیسانس دارن، یکی از مهمترین چیزها توی همین پروسه اپلای اینه که زبانشون رو کامل بکنی. به نظرم استپ اول زبان، حالا موازی تمام استپ‌ها این هم جلو میره، یعنی همین جور که داری اپلای میکنی این زبان هی داره قوی تر میشه دیگه. همه فکر کنم آشنا هستن با تافل، GRE، آیلتس. حالا مال آمریکا بیشتر تافل و GRE که خب خیلی الزامیه برای گریجویت اسکول، اینجا واقعا هم امتحان سختیه. تافل مثل که حالا جدیدن یه ذره مثلا جایگزین های دیگه هم اومده، نمیدونم شنیدم مثلا اسمش اشتباه نکنم دوالینگو، فکر کنم دولینگو دولینگو یا دولینگو دوالینگو، اونو میگن گاهی، یا بعضی دانشگاه ها قبول میکنن بیای اینجا بعد امتحان تافل بدی، یه ذره ملایمت بیشتری دارن نسبت به اون. ولی جیاریه نه، هست حالا چه کاندیشنال باشه چه نباشه، بعد بیای اینجا از اون لول گریجویت اسکول اون دانشگاه بیشتر باشه. واسه همین زبانو که به نظرم خیلی بخونن، حالا هر چیزی هم که کمک میکنه به زبان. من خودم خیلی سریال و موقع میدیدم، ایران بیشتر من سریال و فیلم میدیدم، سریال و فیلم ببینن زبانشون قوی بشه که بتونن صحبت بکنن. این که گفتی وکیل، اینه که اصلا نه، برای دانشجوی واقعا به نظر من نیازی نیست پولتون رو دور بریزین، خودتون یه کار خیلی ساده است انجام بدین. و قدم بعدیش اینه که شروع کنی ایمیل زدن، حالا لیست دانشگاهی دلخواهت رو در بیاری. الان هم در حال حاضر من خودم توصیه که میکنم، مثلا یه باری بچه ها پیغام میداد، میگفت بچه ها میگن کانزاس سرده، نمیدونم تگزاس خلاف زیاد داره، اون ور فلان داره، گفتم اصلا به این چیزا فکر نکن، فقط پوزیشن رو بگیر، یه ریسرچ پوزیشن بگیر، یه دانشگاه خوب باشه، نسبتا خوب، با یه استاد خوب. و راجع به پوزیشن گرفتن، که اگر دانشگاه مثلا 1 تا 20 آمریکا نیست یا 1 تا 30، دیگه فرقی نداره کجا باشی. حالا نمیگم بریم دانشگاه مثلا توی نمیدونم رنک جیم داله، اون وزارت علوم ایران هم اومده بود دسته بندی کرده بود، نه نهایتا مثلا تا متوسط ها مثلا رنک داشته باشه، این توصیه خود من. ولی حالا مثلا رنک 100 باشه یا رنک 150 باشه یا 50، هیچ فرقی دیگه تو آینده شما نخواهد داشت بیشتر. ولی چرا اگه 1 تا 20 باشه، مثلا MIT باشی، نمیدونم UCLA باشی، خب اینا دانشگاه خوبی هست، اسمشون هم شناخته شده است و اون فرصت شغلی شاید بیشتر باشه. بعد دانشگاه رو که انتخاب کردن، شهر رو شروع میکنن، لیست استادا رو تو اون دانشگاه ببینن ریسرچ اینترست هاشون چیه، به فیلدشون میخوره، به رزومه. و شروع تنها کاری که ما میتونیم بکنیم ایمیل زدنه، چون واقعا هزینه ها انقدر بالاست که بخوان دونه دونه اینا رو اپلای کنن. میدونم خیلی بچه ها شاید بودن، خودم هم بودم، ایمیل استادا یه سریشون ایمیل میزنن فکر میکنن، یه سری استادای آمریکایی واقعا نمیدونن،
مثلا آمریکایی‌ها فکر میکنن ما داریم تقلب میکنیم با این ایمیل زدن، و جواب میده ریپلای چرا اپلای نمیکنی واسه دانشگاه، چون اصلا مرسوم نیست یه همچین چیزی، ولی خب ما چاره ای نداریم، باید ایمیل بزنیم، نمیتونیم 60 دلار 80 دلار پول اپلیکیشن بدیم بعدم حالا اپروو هم بشه، وقتی پوزیشنی نداری چه فایده ای داره؟ یعنی تو دانشگاه پذیرش بگیری هیچی نداری، تو فاندینگ میخوای که شهریت رو بدن، حقوقی بهت بدن. برای همین اول کار استاد زد ایمیل زدن بعد از اون زبان، شاید خیلی ها جواب ندن، نگران نباشین، 500 تا ایمیل زدین 600 تا ایمیل بزنید، فقط بزنید، هی ایمیل ها رو بفرستین، بعد یه اکسل درست بکنید، رکورد کنید که کی به کی زدین، اگر جواب نداد مثلا بعد چند روز یه فالوآپ بش بزنید. من توصیه میکنم ایمیل ها خیلی کوتاه و مختصر باشه، نه خیلی کوتاه که دیگه هیچی توش ننوشته باشی، حالا هم که دیگه با چت جی پی تی و این حرفا میشه ایمیل ها رو متنش رو درست کرد، ولی از به نظر من توصیه من اینه که از چت جی پی تی متن ایمیلتون رو نگیرید، خودتون بنویسین توی گرامرلی یا چت جی پی تی اینا رو اصلاح کنید که بهتر بشه، مثلا ایمپروفش کنید که خوشگل باشه، براتون ساده کنه، اینکه خودت کامل متن از یه جایی بگیری، اول اینکه خودت به مرور وابسته میشی به اون وبسایت، و اینکه زبانت ضعیف میشه، دو اینکه استادا اینجا بلدن میفهمم. خیلی تیزن و جلوه خوبی نداره، تو داری میری آکادمی قرار 4 سال پیپر بنویسی بعد یه متن ایمیل خودت نتونستی بنویسی، خب یه ذره درسته. سوال برانگیزه. بس باید این تلاش رو بعد آره مقاله چطور؟ مقاله داشتن مقاله نه پابلیکیشن ملاک نیست، داشته برای باشن مهندسی کمک ملاک نیست. میکنه، آره داشته باشن کمک میکنه، بالاخره توی رقابتی تو فکر کنم مثلا 5 نفر اپلای کرده باشن، اگه من خوب پیپر داشته باشم امتیازم بالاتر، ولی اینکه استادا توقعی داشته باشن که تو توی لیسانس مخصوصا مقاله داشته باشی، نه تو مسترم خیلی خوب نداشتی دیگه، ولی درست. خیلی بیگ دیلی نیست، تو قرار پس به PhD کار بکنی. مدرک چی؟ دانشگاه، مدرک، معدل، اینا هم مهمه براشون یا نه؟ ببین همه اینا یه پکیج، خیلی همه پکیج ها مختلف تاثیر داره، یکی مثلا خب حالا دانشگاه بودی، اگر استاد اینترنشنالی باشه یا شاگردای ایرانی داشته میشناسه دانشگاه رو، واسه همین مشکل زیادی نیست. اگر هم استاد آمریکایی باشه یا مثلا با یه ایرانی تو اون دپارتمان باشه یا یه شاگرد ایرانی باشه، خیلی موقع مثلا من خودم بوده استاد مثلا آمریکایی اومده بهم گفته این دانشگاه رو میشناسی، مثلا من یه نفر برام ایمیل زده دانشگاه خوبیه در این حده، یعنی و معمولا بچه‌ها میگن آره خوبه، نه که چیز مثلا دروغی ده باشه، بچه ایرانی واقعا که هم خوبه، آره هوای هم آدم، ولی خوبم هست واقعا، مثلا دانشگاه بدی نیست، بعد همه دانشگاه اوکی، دانشگاه دولتی اوکی هست، و خیلی مهمه که عالیه. راستیاتش رو بگم این توی این پروسه ایمیل زدن شانس هم یه ذره تاثیر گذاره که اون استاد ایمیل تو ببینه چه ساعتی از روز زدی، نگاه بکنه مثلا حالا با رزومه تو حال بکنه بگه بیا اینترویو، در آخر پس من که دیگه نمیتونم اونو کنترل کنم، ولی آره. اینش به من بستگی داره که ایمیل زیاد بزنم به هر درست. چی استاد میتونم بزنم، فیلدا رو خوب پیدا بکنم، یه زنم حواسشون باشه مثلا توی دپارتمان همزمان به دوتا ایمیل به دوتا استاد مثلا ایمیل نزنم، یه زن زشت این چیزا مواظب باشن، مثلا یه دفعه توی دپارتمان به دوتا استاد ایمیل میزنن که من به رشته تو علاقه دارم، به اون یکی هم زنم به فیلد تو علاقه دارم، بعد اینا آکادمی خیلی دنیای کوچیکیه، اینا خیلی با هم صحبت میکنن، اصلا گاهی میرن رزومه رو با هم نشون میدن، مشورت میکنن، مثلا یه ذره ضایع میشه اگه اون کارا گرفتم. رو کرده باشن، پس تو داری میگی راست که آقا باشن. مدارک ایرانتون رو جمع بکنی، مثل دانشنامه و ریزنمرات و دیگه، آره برات بگم حالا اگر پیپر هم مقاله دارین که حالا بهتره نباشه مهم نیست، جمع بکنید لیست دانشگاهی که میخوان بین در بیارین، نگاه کنید لیست استادا رو در بیارین، استاد ریسرچ داره، فان داره، نداره، اینا رو همه روی خود وبسایت دانشگاه چک بکنید، بعد شروع کنید ایمیل زدن تا اینکه بالاخره یه نفر بگه که آقا من هم از رزومت خوشم اومده، هم پوزیشن برات دارم، هم الان حاضرم برات مثلا برگات رو پر کنم بیام. خب تو این مرحله که رسید، خب الان از جو به بعد باید چه مدارک برای اداره مهاجرت آمریکا بذاره و جریان سفارت رفتن چقدره، چقدر هزینه براش داره؟ ببین آمریکا پروسه دانشگاه خیلی راحت انجام میده معمولا، و تو یه پاسپورت تو عکسش رو براشون میفرستی،
نامه وقتی که اپرووال دیگه میاد و اپلای میکنی، که حالا برای اون اپلای تو مدارکش رو تقریبا کامل گفتی، همون نمره زبانه، سرتیفیکیت دانشگاه یا همون دانشنامه یا ترانسکریپت و همه اینا رو که زد، دیگه ایمیل کانگراتولیشنز رو گرفت، دیگه وارد دانشگاه یعنی شد اپرووش، یه نامه از استاد براش میاد به اسم آفر لتر که حقوقش رو زده و این حرفا، و اون باید اینو امضا بکنه که دیگه بره وارد مراحل بعدی بشه، مثل یه کسی که شغل اپلای کرده یه آفری گرفته. وقتی که اینو انجام میده میره به اینترنشنال آفیس، اینترنشنال آفیس براش I-20 صادر میکنه. این I-20 اینجا تا وقتی شما نان امیگرانت ویزایی تو آمریکا مثل پاسپورتته، حکم خیلی بالایی داره، همه کارات با اون انجام میشه. این I-20 اصل کاریه که دیگه برات پست میکنن، یا حالا فکر میکنم معمولا پست میکردم، برای خود من فکر کنم پست کردن، چون بعد فیزیکیشو فکر میکنم داشته باشی، نمیدونم گاهی قبول میکردن اسکنش هم ببری توی سفارت. بقیه مدارک هم مدارک اصلیه دیگه، بعد میری وقت سفارت میگیری، پول سفارت رو میریزی، کانفرمیشنش رو پرینت میکردی، فرم داشت به اسم DS 160 یا DS 160 فکر میکنم، اونو پر میکردی که بیشتر اطلاعات 160 دلار. شخصیه. آره دقیقا 160 دلاره، تمام اطلاعات شخصی تو پر میکردی، یه سوالای خیلی بیسیکی پرسیده، یعنی من واقعا وکیل اینجا نیاز نمیبینم، بازم هنوز تمام سوالای زندگی خودت پر میکنی و اطلاعات دانشگاه. برای سفارت رفتن هم که خود سفارت یه ایمیل میزنه چه مدارکی بیار، که خب تمپلیته و یه پاسپورت بیار، نمیدونم فلان تو بیار، مثلا تمام آیدنتیفیکیشناتو با حالا ترجمه هاشم فکر میکنم تو ایمیل زده بود و سفارت هر کی هم فرق داره. من خودم ترجمه مدارکم هم بردم ولی اصلا نگاه نکردم، یعنی من بستگی به آفیسر سفارت داره اصلا چقدر میخواد با تو مصاحبه بکنه. ولی چیزایی که خیلی ضروری آیتوینیه، پاسپورت، کارت ملیه، که سه بچه هایی که سربازی رفتن کارت معافیت سربازیشون رو باید ببرن چون 100% سوال میپرسه. بعد سی وی رو کلیرنس چک بدید. میکنه، دقیقا سی وی رو چک میکنه. و زمان نمیدونم هنوز اینا مرسومه یا نه، من یادم سی وی ها رو که سفارت میبردی با سی وی که برای دانشگاه فرستاده بودی مچ میکردن، چک میکردن، نمیدونم چه جوری دسترسی دارن، ولی ایمیل میزدن فکر کنم به دانشگاه و همون لحظه نگاه میکردن، یا قبلا ایمیل زده بودن گرفته بودن و این سی وی ها رو فکر میکنم چک میکنم. واسه همین سی وی ها حواستون باشه وقتی که به دانشگاه اپلای کردیم، اون سی وی نهایی دیگه تغییرش ندی برای سفارت، چون حالت دروغ حساب میشه دیگه، درست. دروغی داری به آفیسر میدی. بعضی ها مثلا تو دانشگاه یا اپلای کرده بودن یه چیزی رو بعد تغییر میدادن برای سفارت، اون کار اگه نمیخوای اونو بزنی کلا اصلا نزنش دیگه توی هیچ سی وی. بعد سی گرفتم. وی بود، عکس بود که بعد با خودت می بردی و دیگه همینا دیگه. تو این خودش پروف مالی هم هست، یعنی تویشن ویور تو زده و اینکه چقدر حقوق میگیری، مثلا زده ما به این شخص سالی 60,000 دلار پول میدیم، که حالا این 60,000 دلار 40,000 دلارش به فرض می برای دانشگاه پول اینشورنس و فی و گریجویت استادیز و اینا، مثلا بقیهش میمونه برای تو و که دیگه ستون استمپ. استطاعت مالی نمیخوای دیگه. دقیقا. بعد ستون، دو تا ستونه، ستون سمت راستش نشون میده چقدر ما اکسپکت میکنیم که ایشون مثلا تو آمریکا خرج داشته باشه، بعد اگر اون عدد اکسپکتد از درآمدت بیشتر باشه یه پروف مالی بچه ها میبردن. مال من کمتر بود، مثلا اکسپکت رو زده بود 50,000 تا، واسه همین اگه کمتر باشه دیگه اون چیز مالی رو عالیه، نیازی نیست که ببری. عالی. آره پس ولی پروسه من خیلی خودم تو خیلی ببخشید، حالا من راحتی فقط داره. جمعش کنم اینکه تو سفارت واقعا من خودم 5 دقیقه شد، یعنی اصلا چیز خاصی ازم نپرسید، گفتش که رزومت رو بده ببینم، رزومم رو دید، بعد گفت سربازی کجا بودی، گفتم که همین پول گذاشتم برای معافیت تحصیلی، و سال بعدی هم که اصلا من جا خوردم گفت کارآموزی کجا بودی، که کارآموزی من گفتم و بعد گفت اوکی برو حالا بعدا خبرشو بهت میدیم دیگه، یه کلیرنس همون، یعنی 3 تا سوال برای من تموم شد، از خانم هم هیچ سوالی نپرسید، خیلی جالب. میگم آره دیده ولی پرسوگل یه سختره. چهره خیلی معصوم و کیوتی داره، دقیقا گفته که آره آره تو اوکی، اینو ما با این کار داریم ولی آره ما خودمون ترسیدیم یه لحظه، فکر کردیم که مثلا یادشون رفته، من از سفارت ما رفتیم بیرون و من در زدم برگشتم گفتم ما 2 نفری اپلای کرده بودیم، ما اصلا نیازی نبود با خانم هم حرف بزنم، نه اوکیه هرچی مال تو ویزای تو بشه مال اونم میشه، گفتم اوکی. بعد دیگه ایوه اومدی. ایوه آره خیلی پرسه عالی. سوالی داره روتینه، استرسشو نداشته باشم،
برای رشته مهندسی یه چیز هم بود به اسم ریسرچ پلان که استادا معمولا می نویسن و ممکنه اونجا از شما درخواست بکنه که مثلا ریسرچ پلانتو بده، که حالا یه ذره بچه ها سرمون استرس داشتن، مخصوصا رشته هایی که یه ذره حساس ترن مثل میکانیکال انجینیرینگ. مثلا یه وقت استاد مثلا چیز خاصی نزده باشه که باعث ریجکتی بشه اینا، ولی خیلی نگرانش نباشن، کلا پروسه روتینه. دمت گرم. حالا از زندگی تو آمریکا راضی هستی؟ آره خدا رو شکر، من گاهی نگاه میکنم اینجا با چیزی که مقایسه میکنم با شرایطی که توی ایران داشتم، فکر میکنم شرایط بهتره. آره ببین اصلا یه نباشی. سختی هایی هست، آره سختی ها هست، دوری از خانواده فکر نمیکنم اینجوری کسی بتونه تحملش کنه، ولی خب یه چیزایی از دست میدی، یه چیزایی هم میگیری دیگه، اینکه یه کاری داری، عزت و احترام خودتو داری. و من مدرکم رو گرفتم، میگم حداقل یه کار مثبتی کردم. میای خرید دوست داری، هر چی میخوای برای خودت میگیری. و من یه چیزی هم که از آمریکا خیلی دوست دارم این که اجازه رویا پردازی به تو میده. این حق خیلی به من لذت میده که تو، من هیچ وقت تو ایران نمیتونستم تجسم کنم که مثلا ممکنه یه خونه ای داشته باشم، یه ماشینی مثلا این سایز داشته باشم، شاید الانم نتونم هنوز بخرم، ولی حداقل این فکر اجازه دارم فکر کنم که منم میتونم، اگه بخوام میتونم. این قضیه، و من از این خوشم میاد که تو دمت میتونی گرم. تا هر چقدر میخوای رشد کنی. دمت گرم. خیلی ممنون آره آرش جان، یک دنیا تشکر بابت حرفای قربونت قشنگت. برم، میدونم که خیلی مرسی. سر شلوغ بود و خیلی ممنون که اومدی و مهمون ما شدی و تونستی تجربه تو با بچه ها در میون بذاری. امیدوارم که این حرفا برای یک سری تو ایران مفید باشه، یا حتی اون بنده خدایی که حالا ترکیه گیر افتادن، آلمان افتادن، فرانسه، این طرف اون طرفن، نمیدونن چه سمت و سویی برن، چه کشوری برن. امیدوارم حرفای آرش بچه ها براتون مفید بوده باشه، یکم بهتون انگیزه داده باشه. بدونین که بچه ها واقعا موفقیت فرمول خاصی نمیخواد، فقط نباید دقیقا منفعل باشید، باید فعال باشین، این پروگرس داشته باشین، روز به روز بسازید و پله پله برین بالا. هیچ وقت نمیتونید جامپ بکنید، باید پله پله بسازین برین بالا. و واقعا هم آرشان یکی از واقعا نوابق و افتخارات ایرانه، و دوست به داری، خصوص که الان مرسی. رفیق جف بیزوز و دیگه با هم دیگه میرن گلف بازی میکنن و کافی میزنن و اینا. آرشان حرف آخری نهایی چیزی داری برای بچه ها؟ لطف داری، مرسی. مرسی از تعریفات، مرسی از تو که منو دعوت کردی، وقت گذاشتی. امیدوارم که مفید باشه، بچه ها بتونن یه اطلاعاتی بگیرن. حرف خودت واقعا خیلی قشنگ جنبندی کردی، گفتی به نظر منم اصلا اینجا اصطلاح هم هست و باید شروع کنی. من میگم دست دست نکنی، همیشه اولین سوال اینه که خب حالا چی کار بکنم. من میگی خب زبان تو خوندی، میگه نه. میگی خب ایمیل زدی، میگه نه. خب باید از یه جایی شروع کنی، یعنی مثلا اولین دقیقا. قدمی که بری کلاس زبان، به نظر من شروع کنید 100% بقیهش جور میشه، یعنی دنبالش بیفتی، تو خطش بیفتی، وبسایت ها رو بخونی، نگاه کنی و باور کنید اصلا به کسی تو این مسیر مهاجرت حداقل دانشجویی به کسی شما نیاز ندارین، همه چی خودتون خدا به رو راحتی خودت میتونی خود. انجام بدی، چون همه چی تعریف شده. و امیدوارم موفق باشین، امیدوارم که بهترین ها براتون اتفاق بیفته و اون پوزیشن دلخواهی که دوست دارن بچه ها پیدا بکنن. زنده باشه آرش جان، باز هم ممنون قربونت از اینکه برم، اومدی بچه. مرسی، هر ممنون. عالی، هر نکته ای داری تو کامنت ها بنویسین، مطمئنم که آرش جان میبینه و میاد جواب میده کامنت ها را. حتما و لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی خیلی ممنونم که ویدیو رو تا انتها دیدین. و آرش جان باز هم از تو سوگل جان ممنونم، قربونت ممنونم، برم، مرسی از تو، مرسی وقت گذاشتی، خدافظ. مواظب خودت باش، قربونت، خدافظ.